زیاد عرف زدم. چیزی باز گرچه که من نام شما را بارها گفتیم و از طریق تلویزیون ها پخش شده، از طریق رادیو ها پخش شده، از طریق رسانه ها به تبر رسیده، اگر خود شما در رابطه با زادگاهتان صحبت بکنین و در رابطه با فامیل محترمتان صحبت بکنین خوش میشه. تشکر جناب اورگزای سی و شما از اینکه قدم رنج فرمودین به این کلبه و ایرانی ما. امید است مزاج علیل ما اجازه ای را برای ما بتک مدت را که ما در خدمت شما قرار دارم و با شما صحبت میکنم، درد دلی که ما دارم، احساسی که ما دارم، ادایی که ما دارم ای را بتانم به زبان بیارم و خدمت علاقه مندای ما، دوستای ما که در پرده تلویزیون امید قمر میبینن از او بشنون و دست دعا را به حضور مولای حقیقی بالا کنن تا به روح پرفتوح معلای مزدکای متحر مقدس صدر و بدر کائنات خلاصه زبده و برگزیده موجودات حضرت خواجه عالم عالمیان کتمه دور زمان محبوب رب العالمین خاتم النبیین رحمت العالمین حبیب الله طبیب علت گناه شمس الدها بدر الدجا نور الهدا احمد مشتبه و من به روحانیت زو تا صحت ما دوباره از شفاخانه غیب اعاده شود تا بتانم مثل گذشته ما به اشعار عارفانه، اشعار عاشقانه و اشعار میهنی که سرودیم ادامه بتم و خداوند به ما توفیق عطا کنه تا مرا از دامان فامیل دور نسازد. به جواب سوال شما که شما فرمودین عرض کنم که ما این جانب در سال 1327 در یک دهکده بسیار زیبا و مقبول للندر در یک فامیل قلم بدست پا به عرصه وجود گذاشتیم. پدرم ما معذرت میخوایم وقت للندر میگین اگر لطف بکنین بگوین که در کدام موقعیت قرار دار برای اینکه ایده زیاد شاید امیره فراموش کرده باشن. للندر زیبا، این قریه زیبا، اگر شما ریشخور خود دیدین به طرف گلباغ که میرین باغ شام مدخان است، بعد از او تنگ سیدان است، بعد از تنگ سیدان قریه للندر که به طرف جنوب افغانستان قرار داره که تقسیم شده این قریه زیبا للندر به ساحه های قلعه عمرخان، پایین گذر، بالا گذر که ما در اونجا زیست میکنیم، آسمان قلا، شتر پریده و قلعه قطع از یک آشیانی تسخیر ناپذیر است و حتی مقری که ما از ساحه که منزل ما که است به شکل بسیار بلند یک پنج شاخ کوه است، کوه پدر مرحومم گلکارا را معمارا را در کمرش ریسمان بسته میکرد، او پنج شاخه به یک دیگه متصل ساخته و او را خانه آباد کرده سه منزل که در زمان انقلاب در جهاد، در زمان طالب و در زمان غالب علوم آشانی تسخیر ناپذیر هر مردم بوده. بسیار یک واقع نگاشانی است که در اونجا تا توپ ها مرمی های بسیار بزرگ اونجا ثابت کرده، مگر بازان باید با ایرانه تبدیل شده، مگر قسمان یادگاری از او باقی مانده. دیگه عرض کنم که خدمتتان که مدر یک فامیل قلم بدست و مرزا البته پا برسه وجود گذاشتیم. البته بعد از این که ما از للندر به خاطر از این که اونجا امکانات مکتب کمتر موجود بود، مکتب دخترها نبود، مکتب بچه هم وجود نداشت، ما به کابل جاگزین شدیم، به کابل آمدیم در کوچه قاضی در شهر کونه ما اونجا اقامت گذاشتیم و از اونجا ما شامل مکتب سردار جان خان شدم. بعد از اینکه من سردار جان خانم خلاص کردم، بعد از امتحان کنکور شامل لیسه حبیبیه گردیدم. بعد از اون پوهنتون خواندم. بعد از اینکه لیسه حبیبیه شامل پوهنتون حربی پوهنتون شدم و از حربی پوهنتون از پوهنزه زیردار در سال 47 فارغ شدیم و بعد از اون هم در سال 1352 51 اکادمی تکنیک خواندیم و بعد از اون هم مدت 4 سال دیگه تحصیلات عالی و مسلکی دارم. یعنی ارکان حربی هم دارم. من ماستری شدم. بسیار عالی. خب محترم خواجه عبداللطیف صدیقی للندری، اگر در رابطه با ازدواجتان صحبت بکنین و ثمره ازدواج صحبت بکنین هم برای اینکه بعدا باز میریم به موضوعات دیگه که اشعار شما قرائت شود داستان خود شما.
بله این جانب البته در محدوده زندگی فامیلی از پدر مرحومم که یک شیفتگان تصوف بودن، ما زبان و کلامشان همیشه از عالم وارستگی از عالم تصوف شنیدیم و اشعار بزرگار مانند شیخ سعدی، حافظ شیرازی، بیدل و مولانا را بالای چوکی یا تا بالای صندلی ششتیم به مدوین قرائت کردیم. در فامیل ما فرهنگ کتاب همیشه رایج بوده. ما فعلا به سن 63 یا 62 که قرار دارم 5 فرزند دارم. 4 فرزندم پسر است به نام شمیل جان صدیقی، سهیل صدیقی، سدیل صدیقی و عبدالرحمن صدیقی است و یک دخترم سلدا جان است که او ازدواج کرده و سه نواسی بسیار زیبا و مقبول ما او سمریش دار. بسیار عالی. و خانمم هم تحصیل کرده است، معلم هستند مکتب از سید جمال الدین افغان و روشان فارغ شدند، تحصیلات 14 را دارند و معلم کودکستان بودند، در کودکستان ستاره اموجه تدریس میکرد. بسیار عالی، بسیار عالی. لندرس محترم، شما چند مجموعه از اشعارتان طبع شده؟ بله، ما 6 مجموعه اشعار ما طالب طبع رسیده که به نام اولش سرودی ما راه معرفت بود، دومین سرودی ما به نام سروده های عشق آفرین بود، سومین سرودی ما به نام رموز عشق یا رموز عشق بود، چهارمین مجموعه شعری ما که فریاد ملت مظلوم است که او اضافه تر از صد پارچه سروده های میهنی را در او جمع به چاپ رسانیدیم که همه زی فقط واقعا احساس ما آتشی که در درون داشتیم به خاطر هموطنان خود، به خاطر هموطنان ره گم کرده، خانه گم کرده، وطن گم کرده، برای به خاطر پدران و مادرانی که پسران خود دست دادن، فرزندان خود دست دادن، به خاطر از اوم سرودیم، به خاطر کسانی وطندارایی که بی سرنوشت بودن، بی سرپرست بودن، همین احساس برای ما پیدا شده و اولین سرودی را که ما از میهنی را سرودیم به نام درد وطن بوده که اگر شما اجازه بدید اولین سرودی خود است. با اینکه شما سوالام نکردین امور ما با خانش میگیرم.